سه کمپ مهاجرین برخی ولایات در زمین های مربوط ناحیه 22 اقامت دارد که مانع تطبیق پلان های توسعه شاروالی کابل شده است. کمپ اول در عقب شفاخانه جنتگل الی کانال پروژه ملک فدا محمد موقعیت داشته که 550 فامیل به مساحت 20 جریب زمین را استفاده می کنند. کمپ دومی در سمت شمال شرق کمپ اول موقعیت داشته که 750 فامیل به مساحت 25 جریب زمین را استفاده می کنند و کمپ سومی بالای سرک 60 متره و خط ریل در سمت جنوب و شمال تعمیر ناحیه 22 موقعیت داشته که 1250 فامیل 50 جریب زمین را استفاده می کنند. این مهاجرین از سالهای 1384 بدین سو از ولایتهای ناامن در ساحات یاد شده موقتاً مسکن گزین شده بودند و به تدریج تعدادشان اضافه شده است. در میان اینها تعدادی از افراد استفادهجو نیز جاگزین شده که اکنون دعوای مالکیت دارند، در حالی که برای تعداد اندک این شهروندان ساحات فوق موقتی تعیین شده بود. همچنان برخی از آنها اقدام به ساختمان سازی نیز کردند که برای انتقال تمام این شهروندان از این ساعت شاروالی کابل بانهادها و اداره های زی دخل کارهای مقدماتی را آغاز کردند. مسئولان شاروالی کابل با هماهنگی ولایت کابل و قماندانی امنیت ملی، اداره لوی سارنوالی، اداره اراضی و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در حال ترتیب پلان های عملیاتی هستند که برای انتقال و پاکسازی ساحات به زودی اقدام خواهد شد. برای مهاجرینی که از ولایت‌های مختلف کشور در این نقاط اقامت گزین شده است، برای سرپناه و مشخص شدن ساحه بود و باش آنها از جانب نهادهای مسئول اقدامات صورت می‌گیرد. با انتقال کمپ‌ها و مهاجرین از این ساحات، زمینه اجرایی پلان‌های توسعه‌ای این نهاد بیشتر فراهم می‌شود. شاروالی کابل پلان‌های بزرگ توسعه‌ای و رشد پایدار این شهر را ترتیب نموده است که در مراحل مختلف تطبیق خواهد شد.